دیدار عبدالله با غنی، انفجار ماین در کابل، جلوگیری از یک حمله که برای هدف قرار دادن جشن روز معلم در کابل طراحی شده بود، کشته شدن عامر حوزه هفتم شهر لشکرگاه، تعیین جایزه 700,000 افغانی پلیس برای ردیابی یک مجرم زیر پیگرد و همچنان در پایان اقدام تکان دهنده طالبان در کابل. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. عبدالله و غنی دیدار کردند. رئیس جمهور افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز یک شنبه 13 میزان در ارگ ریاست جمهوری دیدار کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز با دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ارگ دیدار نمود. در این دیدار عبدالله در مورد سفرش به پاکستان به رئیس جمهور معلومات ارائه کرد و روی اقدامات بعدی در خصوص پروسه صلح بحث و تبادل نظر صورت گرفت. این دیدار در حالی انجام می شود که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هفته گذشته در سفر 3 روزه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد و با مقامات ارشد این کشور از جمله نخست وزیر و رئیس جمهور دیدار کرد. قرار است عبدالله اواسط هفته جاری در سفر 4 روزه به هند برود و با مقامات این کشور در مورد روند صلح گفتگو کند. دو غیر نظامی بر اثر انفجار ماین در کابل زخمی شدند. فرماندهی پلیس کابل میگوید که یک ماین مغناطیسی در مربوطات حوزه 8 شهر کابل منفجر شد که بر اثر آن دو غیر نظامی زخمی شدند. به نقل از تولونیوز، این انفجار امروز یک شنبه 13 میزان ساعت 8:10 صبح امروز رخ داده است. فرماندهی پلیس کابل میگوید که یک موتر لندکروزر در ساحه هوادوال مربوط حوزه 8 امنیتی شهر کابل هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفته که در پی آن دو غیر نظامی زخم برداشته است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر انفجار و جاسازی ماین‌های مغناطیسی در کابل به شدت افزایش یافته است. جلوگیری از یک حمله که برای هدف قرار دادن جشن روز معلم در کابل طراحی شده بود. پلیس کابل میگوید که یک حلقه ماین هدایت شونده از راه دور را که در عقب یک مکتب خصوصی برای هدف قرار دادن جشن روز معلم جاسازی شده بود کشف و خونسا کرد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این ماین در ساحه زین‌آباد از مربوطات حوزه نوم امنیتی شهر کابل جاسازی شده بود. سخنگوی پلیس کابل گفت که ترورستان می‌خواستند با استفاده از این ماین جشن روز جهانی معلم را هدف قرار دهند. پلیس این ماین را از عقب یک مکتب خصوصی در مربوطات حوزه نوم کشف و خونسا کرده است. از روز جهانی معلم روز یکشنبه 13 میزان در سراسر افغانستان بزرگ داشت می شود. عامر حوزه 7 شهر لشکرگاه در انفجار کشته شد. 8 صبح کابل، نقیب الله عامر حوزه 7 شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در پی انفجار کشته شده است. محمد یاسین خان والی هلمند گفته است که دشمنان صلح نقیب الله را در نتیجه یک انفجار به قتل رساندند. والی هلمند از نقیب الله به عنوان یک افسر قدرتمند یاد کرده است که با سر خود از مردم حفاظت می کرد. مسئولیت این انفجار را که در آن نقیب الله کشته شده است فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است.
پلیس برای ردیابی یک مجرم زیر پیگرد 700 هزار افغانی جایزه تعیین کرد. 8 صبح کابل، وزارت امور داخله برای ردیابی و شناسایی یک مجرم تحت پیگرد پلیس 700 هزار افغانی جایزه تعیین کرده است. در خبرنامه این وزارت که روز یکشنبه 13 میزان نشر شد، از این فرد به نام غورزنگ مشهور به اماد یاد شده است. وزارت امور داخله گفته است که اماد به علت دست داشتن در چندین قضیه تروریستی زیر پیگرد پلیس قرار دارد. این وزارت غورزنگ را مجرم خطرناک خوانده و گفته است که در چندین رویداد سازماندهی شده تروریستی در ناحیه پنجم شهر کابل نقش داشته است. وزارت امور داخله به هدف ردیابی و شناسایی غورزنگ 700 هزار افغانی جایزه تعیین کرده است. این وزارت گفته است فردی که در بازداشت غورزنگ کمک می کند این جایزه را به دست خواهد آورد. وزارت داخله افزوده است که هویت شخص کمک کننده در بازداشت غورزنگ پوشیده خواهد ماند. و در پایان به نقل از 8 صبح، پس از شکایت‌های مکرر مردم کمپانی شهر کابل از باوج رسیدن جرایم قتل، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و ده‌ها جرایم دیگر، گروه طالبان با توزیع شبنامه‌ها به مجرمین اخطار دادند اگر به جنایت‌هایشان ادامه دهند توسط این گروه دستگیر و دست و پایشان قطع خواهد گردید. در این حال مردم محل گفتند که پس از دست به کار شدن طالبان اوضاع در منطقه بهبود یافته. مردم محل وزارت داخله را نیز همکار دزدان و مجرمین خوانده است. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگارو سرفراز باشید.